سلام مجدد به بینندگان خوب تلویزیون اصل امروز، به خصوص برنامه چهره ها. امروز ساعت بسیار قشنگی رو من البته خواهم داشت در کنار دوست نازنینمون خانم سوزان نجات. خوش آمدی واقعا. مرسی، ممنون، لطف داری. من باید بگم که من خیلی خیلی باعث افتخاره برام که با شما میشینم و صحبت میکنم و سلام میکنم به همه بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی عصر امروز. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و توی این روزایی که داریم میگذرونیم حال و هوای دلتون گرم باشه. میدونم که هر کسی به مدل خودش داره یه جوری با این روزها کنار میاد، ولی واقعا چه روزای سختی و چقدر کنار اومدن باهاش سخته. واقعا واقعا خانم سوزان نجات رشته روانشناسی خوندن و الان دارن پرکتیس هم میکنن، دارن کار میکنن در این زمینه، در بیمارستان هستن. به همین دلیل ما دیروز که با هم صحبت میکردیم، گفتگوی داشتیم در ارتباط با همین مسائل و گرفتاری و مشکلاتی که واقعا در ایران داره به وجود میاد که امیدوارم همه چی به خوشی خورن بگذره، گفتن که چقدر خوب شد که با هم یه برنامه داشته باشیم که بشینیم یک مقدار راجع به زن، زندگی، آزادی صحبتی داشته باشیم و از یک دید روانشناسی. واقعا و واقعا چقدر اصلا این قشنگه، اصلا گفتن زن، زندگی، آزادی چقدر واقعا با معناست و چقدر اولا که باید بگم باعث افتخار این روزا که وقتی که آدم میگه ما هم زن ایرانی هستیم. درسته که دستمون به جایی نمیرسه، راهمون دوره، ولی اون احساس خیلی خیلی خوبی رو که این روزها زنای ایرانی به ما دادن، زنای قوی که قبل از برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم که شما میگفتین چقدر واقعا زن همیشه توی زندگی ایرانی ها و توی تاریخ ایرانی ها به قول شما خیلی مهم بوده همیشه. دقیقا. الان داره اون شخصیت اصلیش رو نشون میده. دقیقا. داره نشون میده که چقدر میتونه قوی باشه، چقدر میتونه لیدر باشه، راهنما باشه و با اون مدیریتی که داره چقدر میتونه که اصلا خیلی چیزها رو عوض بکنه. که کرده؟ که کرده واقعا که کرده. که خب البته متاسفانه خبرهای خیلی بدی هم این مدت شنیدیم، به هر روز میشنویم و ای کاش نمیشنیدیم اون خبرها رو که اون عزیزان، حالا چه زن چه مرد، بچه های کوچیک و جوانهایی که داریم از دست میدیم، که واقعا ناراحت کننده است. ولی خب متاسفانه توی تمام این مراحل هر موقع که قراره یه چنجی به وجود بیاد، خیلی سختی ها هم باهاش میاد و در کنارش هست و خب متاسفانه توی وضعیت ایران هم چنج کردن و عوض کردن اصلا راحت نیست. صد در صد. ولی هر انقلابی واقعا بهتون میگم خیلی خونها ریخته میشه. درست. تا اون انقلاب شکوفا بشه واقعا، و ما فقط امیدمون به همون روزی شکوفایی ایرانه از طریق همین جوانامون. درسته زن واقعا تو اون مملکت در زی 40 خورده ای ساله. زن که میگیم چون در ایران زن به معنی یک زن سن بالا، ولی نه، بچه های ما ثابت کردن زن از زمانی که نطفهش بسته میشه و به دنیا میاد تا قبل از اینکه از این دنیا بره به عنوان یک زن و پرچم به دست شناخته شده و اینو دارن از حق و حقوق همه مردم دفاع میکنن. و همین زنایی که همیشه این کالچر نمیدونم بعد ما واقعا همیشه خیلی سعی میکردن که زن رو ذلیل نشون بدن، البته بگم هیچ موقع به این شکل نبود، هر زمانی در زمان خوش، به خصوص در زمان دوران پهلوی، زن برای خوش عزتی داشت، احترامی داشت، جایگاهی داشت. ولی قبل از پهلوی اگر بریم به اون ورتر و بخوایم به تاریخ مراجعه کنیم که الان از برنامه ما خارجه، زن همیشه به شکل یک زن برده، به صورت یک زن مصرفی، به عنوان یک زن تو سری خود، یک زن عروسکی همیشه بهش نگاه میکردن. درست. ولی الان این بچه های جوون ما، خانم دکتر، این دخترهای جوون ما کاری کردن که نسل در نسل دیگه زن همیشه قابل احترام باشه و اسمش در ردیف اول قرار بگیره. درسته. و واقعا زن
واقعی، وجود واقعی یه زن ایرانی رو حالا داریم میبینیم دیگه، از بچه های دبستانی تا زن های مسنتر دارن نشون میدن به تمام دنیا، نه فقط به ایران. الان میبینین که چقدر سلبریتی ها، چقدر کسایی که خب برای خودشون کسی هستن، آدمای مهمی هستن و شاید خیلی به دوروبرشون توجه نمی کنن، ولی توی موضوع ایران چقدر توجه کردن، دقیقا. چقدر راجبش دارن حرف میزنن و این چقدر باعث افتخار برای زنهای ما، که البته زنهای ما همیشه همین بودن، دقیقا. الان دارن نشون میدن، حتی واقعا شاید احتیاج نداشته باشن که کسی بخواد خیلی راجع به اون قدرتشون صحبت بکنه، ولی الان راهی پیدا شده که تمام دنیا بشناستشون. دقیقا. و چقدر مهمه، چقدر اصلا قشنگه وقتی که میان میشینن صحبت میکنن، مثلا همین فوتبالیستای سوئد وقتی که بازیشون رو شروع کردن با پرچمی نشون دادن که ما برای دختران ایران بازی میکنیم. خب این چقدر مهمه که بخوام بیان از ورزششون به عنوان نشون دادن قدرت زنهای ایران استفاده میکنن، یا هر مثلا خواننده های مختلفی که البته خب یکیش که منو خیلی ناراحت میکرد که به خاطر در واقع دختری که کشتنش، بیگناه کشتنش و آهنگی رو میخون و اون خواننده اون آهنگ متوجه شد که این داره این آهنگ رو میخونه و چقدر ازش صحبت کرد و چقدر بزرگش کرد و چقدر احساس ناراحتی کرد و بیان کرد ناراحتیش. همه اینا خب نشون دهنده قدرت زن ها. حالا ما نمیخوایم بگیم که مرد ها هم قدرتی ندارن، ولی الان روز روز زنه و اونجوری که دارن خودشون رو نشون میدن و اونجوری که بلند شدن قیام کردن و مردها رو هم دنبال خودشون کشیدن. همین جالب اینجاست که مردها رو به دنبال، همیشه مردها زنها رو به دنبال خودشون تو مملکت میکشوندن، ولی الان زنها هستن که دارن ثابت میکنن که با ارادهی که دارن میتونن مملکت داری هم بکنن، حتی میتونن یک زن لیدر اون مملکت بشه. و من جزو آرزوهامه، همیشه اینو گفتم، جزو آرزوهامه که یک روزی یک زن بشه لیدر اون مملکت، که البته به قولی اون شعری هم که هست که میگن کاوه آینده ایران زن خواهد. بله. و واقعا معلوم نیست، شاید هم واقعا یه زن باشه. الان خب بیشتر روی اون لیدر رو اینا تاکید نمی کنن، الان روی آزادی دارن تاکید می کنن که آزادی رو به دست بیارن. و چقدر قشنگه که همه با هم یکی شدن، همه شهرها، همه فرهنگها، زنها و مردها، حتی با اعتقادات متفاوت مذهبی اجتماعی، همه یکی شدن و دارن سعی میکنن که اون تغییر رو به وجود بیارن. و در این یکی شدن و در این تظاهرات ببینیم با تمام متفاوت بودن عقایدی که دارن، ببینین کوچکترین صدمه‌ای به هم نزدن، کوچکترین دزدی نشده، کوچکترین خیانتی نکردن به هم دیگه. اینجاست که جای خوشحالیه که مردم ما واقعا از فرهنگ غنی برخوردار بودن، ولی در عرض این 43 سال گذشته فرهنگ ما رو از ما گرفتن. درست؟ درست میگی؟ همه میخواستن که خب بگیرن، میخواستن بکوبونن، میخواستن اصلا جور دیگه ایرانی ها رو نشون بدن، ولی ایرانی یک ایرانیه، فرهنگش هم غنیه. درسته 100% نکته های منفی هم داره که همیشه هم از لحاظ روانشناسی راجبش صحبت میکنیم، ولی اینی که الان مرد و زن با هم یکی شدن خیلی مهمه، دست به دست هم، بله، میدونیم با هم میرقصن، با هم روسری ها رو آتیش میزنن، با هم همه کار دارن میکنن. درست. میدونی دیگه این نمیگه تو ضعیفی من قوی هستم، هرچی من میگم نمیدونم تو باید انجام بدی. درست. منطق منطقه، فرق نمیکنه چه منطقه دختر باشه چه منطقه پسر باشه، هر کدوم که صحیح‌تر و درست‌تر هست همون کارو باید انجام داد واقعا. درست. و این خیلی باعث افتخاره بازم که مردها که دنبال زنها هم راه افتادن بعد یه جوری دارن ازشون دفاع هم میکنن، دقیقاً همینه، که بگن که اینا تنها نیستن و ما پشت سر اینا هستیم، دقیقاً. در صورتی که توی این 43 سال میخواستن همیشه جوری نشون بدن که زن باید از مرد بترسه، دقیقاً. چون مرد یه نگاه خیلی بدی به زن داره، پس باید خودشو بپوشونه. حالا
چند روز پیش من یه ویدیویی میدیدم، حالا تازه یادشون افتاده که بیان یه سری مثلا تفسیرایی بکنن که بگن حالا یه سری زنا اشکال نداره حجابم نداشته باشن، حالا از لحاظ خودشون داشتن مثال میزنن، ولی آیا واقعا موضوع اینه که الان اصلا حجاب فقط مشکل این مملکت که نیست؟ نه انقدر اشکال داره که مشکلش خیلی بالاتر از حجابه، باور کنین. اون ته تهش هم یه جورایی وقتی که وضع زندگی ها خوب باشه مردم حجاب هم یه جورایی رعایت میکنن، ولی موضوع الان اینه که اینا میخوان به یه آزادی برسن که هر کسی هر جوری که میخواد با احترام با کس دیگه‌ای که اون مثلا میخواد حجاب داشته باشه یکی دیگه نمیخواد داشته باشه در کنار همدیگه زندگی بکنن. ولی آیا موضوع اقتصاد مهم نیست؟ خیلی. آیا موضوع بیکاری مهم نیست؟ خیلی. فساد و اعتیادی که توی این خیلی. مملکت به دلایلی، واقعا آدم ناراحت میشه که میشنوه جوانای ایرانی. امروز من میخوندم که یه نفر که خودش یه قاضی بوده، یه وکیل بوده برای خودش، به خاطر اینکه از یه دختری دفاع کرده که اولین نفری بوده که این روسریش رو از سرش برداشته بوده، اصلا بهش گفتن تو حق نداری دیگه توی یعنی وکالت اصلا پرکتیس بکنی، و الان آوردنش، یعنی داشت نشون میداد که عکس هم انداخته بود که داره اونجا دارن مثل که یه چیزی دارن به اسم سنپ، مثل اوبر مثلا خودمون، داره اون کار رو انجام میده. یعنی اینا مهم نیست؟ آیا واقعا این شخصیت هایی که خود میکنن مهم نیست؟ اینا مهمه دیگه براشون. دقیقا. میدونی فقط به قول شما حجاب که نبوده، انقدر مشکلات اینا برای مردم درست کردن تو ممه. بابام حق نفس کشیدن از اینا گرفتن. بله. میدونین حق خوردن رو از اینا گرفتن. آب ندارن دیگه بالاتر از این، نون ندارن، دریاچه ارومیه رو خوش کردن، همه چیزو فروختن. آخه یکی دوتا که نیست که، میدونی این بچه ها در آینده آتی، همه که نمیتونن بیان خارج از ایران زندگی کنن، همه که نمیتونن بیان اروپا و آمریکا اسارت بکشن تا بتونن زندگیشون رو بسازن. درسته؟ که تازه اونم همیشه اون مهاجرت هم واقعا تلخه. کدوم ما دلمون میخواست که الان تو اینجا باشیم؟ دلمون نمیخواست تو مملکت خودمون، تو زبون خودمون، تو خونه خودمون، تو کوچه خودمون باشیم. من واقعا خیلی دلم تنگ میشه و دلم میخواد، خیلی خیلی دلم میخواد که یه روزی باشه که شاید بتونم یه خدمتی دوباره به مملکت خودم بکنم، همون کاری که دارم اینجا میکنم برای مملکت خودم بکنم. شما ببینین چقدر نخبه، چقدر مغزای متفکر. درسته. و جوونای ما تو اون مملکت فرار کردن آمدن به این ور و چقدر مفید واقع شدن برای جامعه آمریکایی یا اروپایی و جاهای دیگه. شما باور میکنی استرالیا که چون دوستان خواهر من هستن دو سه نفرشون، اینا یکی از بزرگترین دکترای تحقیقاتی در زمینه سرطان هستن، دخترای جوان. خب اینا چرا نباید تو مملکت باشن که بلند شن برن استرالیا و اونجا اینقدر محبوبیت پیدا بکنن و اینقدر در تقریب وقتی که در این مرحله یک شخص قرار میگیره اون مملکت هم خیلی امکانات قشنگتری رو از نظر مالی در اختیارشون میذاره؟ اینا همه رو فراری میدن. خب الان نخبه های مملکتمون به قول شما یا اومدن از ایران بیرون، یا مثلا مثل برنده المپیاد فیزیک و ریاضیمون که تو سن 17 سالگی برنده شد. بله. از سن 20 سالگی توی زندان. بله. گرفتنش و توی زندان بله. خودمون مملکت توی اون مملکت دارن توی زندان نگهش میدارن، کسی ساله. که میتونست برای مملکت کاری مفید بشه باشه و بسازه این مملکت. دقیقا. ولی خب متاسفانه نشده و امیدواریم که این زحمتایی که واقعا مردم دارن میکشن نتیجه‌ش هم ببینه. اول همه دلمون میخواد که واقعا خبر بد نشنویم، این از همه چی مهمتره، چون آدم واقعا قلبش ریش ریش میشه که وقتی میشنوه بچه های جوون، بچه های زیر 18 سال و اینا یا میگیرن زیر 16 سال. الان امروز بحثش بود که آخه بچه هایی رو که شما رفتین توی دبیرستان گرفتین اینا رو و بردینشون، اینا رو کجا بردین؟ اینا گفتن بردیمشون به یه سری مراکز روانشناسی که اینا رو مثلا تربیت بکنیم که فردا به قولی شخصیت ضد اجتماعی نداشته باشه. من داشتم با خودم می فکر رو میکردم که شما اولا که
چه مرکز روانشناسیه که صبح تا شب، شب تا صبح نگه میداره و کمک میکنه که اینا از لحاظ روانشناسی حالشون خوب بشه. بعد از اینی که اصلا اجازه ندارن بچه های زیر 18 سالو بدون اینه که پدر و مادر، این دیگه قانون دنیاست، بدون اینکه پدر و مادر حضور داشته باشن جایی ببرنشون یا بخوان اعتراضشون رو خاموش بکنن، و اگر که واقعا اینقدر براشون مهمه این شخصیت های ضد اجتماعی به وجود نیاد، خودشون الان این مسئله نیروهای بسیجی همشون بچه های زیر 18 سالن که بهشون اسلحه میدن، نمیدونم که برن تو خیابونا بزنن، بکشن، بسوزونن. خب اینا دارن بازی میکنن، خب بچه های بسیجی دیگه. خب الان اینا خودشون دارن اسلحه دادن دستشون که بازی کنن، درسته؟ خب الان این همه کشت و کشتاری که میشه، یا دخترای جوونی که از بین میرن و اینا رو دست اینا میدن، اینا دارن یعنی شخصیت های خیلی خوب و سالمی به بار میارن. اینا خودشون دارن شخصیت های ضد اجتماعی بزرگ میکنن دیگه. واقعا اصلا خیلی ناراحت کننده است که الان این بچه های کوچیک، حالا درست آدم ناراحت میشه، هر کسی اسیر باشه و توی بند باشه ناراحت میشه، ولی بچه های کوچیک دبیرستانی رو برداشتن بردن زندانی کردن و هنوزم پسشون ندادن. آخه این کجای دنیا است؟ من یه مقدار میدونه این روزا میگم یه سر دنیا باید بیشتر به جنبه، سازمان ملل باید بیشتر به جنبه، سازمان یونیسف باید بیشتر به جنبه، به کمک بکنه. خب این دیگه به وظیفه افرادیه که خارج از ایران دارن زندگی میکنن و به زبان انگلیسی مسلط هستن، تند و تند یا باید ایمیل بدن یا تو توییتر باید برن یا باید مسیج بفرستن، تکس بفرستن، تلفن بکنن، یعنی باید همه کار بکنن. درست. این دیگه وظیفه ماهاست واقعا. میدونین اون طفلک ها نمیتونن این کار نه، رو انجام بدن. نه، اونا که کاری از دستشون ما هستیم، ما تنها کاری که از دستشون برای همین کار هاست که باید ذهن و رسانه های خارج از ایران رو روشن کنیم، باز کنیم و بخوایم بتونن اونا قدمی برای ما واقعا بردارن، که واقعا ایرانی های خارج از کشورم خیلی دارن زحمت میکشن، هر همش مدام راهپیمایی های مختلف هست، مدام بله. دارن بله. توی همبستگی بی نظیره. بله بله. و واقعا یه جوری فهموندیم که به اون مردم خودمون، خواهر برادرای خودمون، خانواده های خودمونن دیگه همشون، که ما کسایی که شونی. توی ایران هستن، درسته که از ایران رفتیم، ولی انقدر باهاتونیم و انقدر دوستتون داریم و انقدر که دلمون میخواد که بتونیم همه جوره کمک بکنیم و تا جایی هم که بشه کمک خودمون رو میکنیم، ولی امیدوارم که سازمان ملل، سازمان یونیسف، جاهایی که میتونن کمک های بیشتری بکنن. اینی که مثلا من میخونم میگه سازمان ملل ابراز نگرانی کرد از این موضوع، خب چه فایده داره ابراز نگرانی؟ که فایده نداره. نه. الان باید اینا واقعا تمرکزشون روی این باشه که بچه ها رو نجات بده. صبح خانم مری آپی که یک کلیپ قشنگی برای من فرستادن که من بذارم رو فیسبوکم و گذاشتم، همین کارو کردن. یعنی اومدن رو تو سوشال میدیا از آمریکا، دولت آمریکا خواست که به مردم ایران کمک بکنه. خب. واقعا این وظیفه یکایک هنرمندای ما هستش، وظیفه یکایک افراد ایرانی ما هستن که در خارج از ایران به هر شغلی که این بال هستن بکنن، این کار رو انجام بدن. ما میدیه ها که از طریق تریبون و از طریق قلم و از طریق دوربین واقعا داریم وظیفه خودمون رو انجام میدیم، بنابراین این وظایف رو دیگه به عهده بگیرین. حالا اگر در خونه نشستین، سر کار هستین، هر کجا که هستین، پشت میزین، مطب دکتر هستین، نرس هستین، انجام بدین واقعا این کارا رو. درسته درسته. و میدونین الان یه روزی نیست که ما بشینیم بگیم که ما خودمون رو قاطی نمی کنیم، چون شاید یه روزی دلمون بخواد بریم ایران مشکلی نداشته باشه. الان اون روز نیست. نه، الان روز همصداییه، الان روزیه که بدون هیچ ترسی، چون اگر میخوایم خیلی چیزا درست بشه باید دست به دست هم دیگه بدیم و صدا داشته باشیم. بی صدا هیچ چیزی به هیچ جا نمیرسه. ببینید الان در شرایط فعلی شما یکم اینو تجزیه تحلیل بکنید به عنوان روانشناس، خیلی از افراد هستن، فرق نمیکنه زن چه مرد، چه سن پایین چه سن بالا، به خاطر شرایط مالی که دارن و از اون ور یک مقدار دارن تقسیم میشن، متاسفانه خیلی دارن
منفی بافی میکنن، خیلی دارن انرژی منفی بین آدم ها پخش میکنن که نمیشه، نمیدونم به کجا میرسن. شما نظرتون چیه در مورد این تیپ افراد؟ خب اینا افرادی هستن که اصلا شخصیت روانیشون اصلا ساخته نشده. آدمی که شخصیتش ساخته شده باشه اعتقاد خودش رو داره، فکر خودش رو داره، یا این وریه یا اون وریه دیگه. دقیقا. درسته الان هست، الان متاسفانه یه سری وایسادن خب ببینن که حالا من باید کلا بذارم سرم، باید ریش بذارم، باید ریشم بزنم، باید چی کار بکنم، نمیدونن که اصلا این وسط باید چی کار بکنم. حالا من نمیخوام خیلی موضوعم سیاسی بکنم، ولی موضوع اینه که آدمی که ادالت شده قرار شخصیتش ساخته شده باشه، باید بدونه کیه، کجا وایساده و اهدافش چیه. اگر نمیدونه و معلقه توی، حالا میتونه از لحاظ سیاسی باشه، از لحاظ وابستگیاش باشه، اونا همه مشکله. یعنی یه آدم بدون پرسونالیتی و شخصیت. بله. الان اگر آدمی واقعا داره پولش از اون برمیاد و واسهش مهمه که حرفی نزنه یا چیزی نگه یا شرایطو خراب بکنه، اصلا اینجا چه کار میکنه؟ خب میخوان از آب و هوای اینجا، از آزادی اینجا نهایت استفاده رو بکنن. درست. از خوشگذرونی های اینور استفاده بکنن و کارم نکنن، در ضمن پولم بیاد و اونورم تایید بکنن. الانم خب موندن چی کار بکنن؟ تفلک ها میترسن یه وقت نکنه اگر اونوری بشه، نمیدونم اذیت بشن، اینوری بشه، نمیدونن چی کار میخوان بکنن. اینوی ولی خب این تیپ آدم ها با مردم برخورد خواهند داشت در آینده. بله درست. الان خود همونایی هم که توی ایران هستن و با مردم چقدر الان همش دارن دعوتشون میکنن، میگن حتی نه فقط این کسایی که مخالف رژیمن، خانواده شهدا، شما اگه ویدیو دیده باشین از خانواده شهدا که وقتی که میذارن که ما که قرارمون این نبوده، اگه فرزندان ما شهید شدن قرارمون این نبوده که مملکت این باشه، قرارمون این نبوده که بچه‌های ما باهاشون اینطور برخورد بشه. خب ولی یه عده هستن هنوز مثلا همون خانواده ها یا همون آدمایی که خب بزرگتر هستن و یه مقدار بیشتر دارن مردمو دارن جذب میکنن، حرفشون اینه که بابا این مردم خودتن، باید با مردم خودت باشی، اگر نباشی فردا اگر اتفاقی بیفته و چیزی عوض بشه، خب مردم در روی تو وای میستن، با تو که نخواهند بود که. عزیز ببینین، اینا به این فکر نیفتاده بودن که یه دختر وقتی که اذیت میکنن از یه خانواده، اون دختر پدر داره، مادر داره، خواهر داره، برادر داره، ممکن در اون زمانی که اینا زج دادن این خانواده رو، عکس العمل از ترسشون نشون ندن، ولی بعدها اینا سرباز میکنن. درست. و الان شده همین، شما میدونین چقدر اینا خانواده ها رو اذیت کردن به نوعای مختلف، به شکلهای مختلف آزار اذیت رسوندن به مردم. مگه میشه یه آدم بتونه اینقدر، یعنی اینایی که این کارا رو میکنن آزار، اینو تعلیم دیدن، این تعلیم دیده ها زیر نظر یه تعداد از افرادای به خصوص هستن که من نمیدونم اینا کجا تربیت شدن، اینا واقعا کجا تربیت شدن، چجوری اینقدر سنگ دل هستن. اینا آدمایی هستن که اونام از لحاظ روانی مشکل دارن دیگه، اینا آدمای سالمی که نیستن. اگه یه آدمی آدم سالمی باشه میتونه کس دیگر رو شکنجه بده، میتونه کس دیگر رو به حدی بزنه، دختر 22 ساله رو به حدی بزنه که از بین بره، دختر 16 ساله رو با اون طرز فجیع کشتن، نه تنها یکی، دوتا، سه تا، چندین تا. شنیدم موقعی که مهسا رو بردن به سلول، بچه میسه که شاک شد، ترسیده بود، بچه بود دیگه، جیغ میزد، خیلی جیغ میزد. این آقایی که کتکی زد، الان اسمش یادم رفت، که مسئول اون قسمت بود که میخواست بره حج کمرشو بزنه، واقعا مثل که اون چنان این بچه رو زد، چون نرسای اونجا متوجه، یعنی بودن، شاهدش هستن، و همون باعث شد که این بچه یعنی حالت تعب و بهش دست داد و بعدم مرد. بله دیگه، خب تو سرش زدن دیگه. ببینین حالا نمیدونم که چقدر میتونم موضوع رو باز بکنم، ولی موقعی که ایران بودیم تا یه زمانی، ما بالاخره اکسپریانس کمیته وزرا و دادگاه شهید قضایی رو داریم. من خودم گرفتنم توی
کمیته وزرا شب نگه هم داشتن. دو روز بعدش دادگاه شهید قضایی محاکمه داشتم. نه فقط من، یعنی ماشین بود که دخترها و زنها رو میریختن. به چه دلیل میکردن؟ من به خاطر حجاب بود، دلیل من به خاطر حجاب بود. که بعدم وقتی که روزی که من رفتم پروندم از کمیته وزرا رو بگیرم که ببرم دادگاه شهید قضایی که بعد دادگاهی میشدم، وقتی که اون زن منو صدا کرد شروع کرد با من بددهنی کردن که تو چرا اسمت سوزانه، اسم تو رو با یه حرفای خیلی زشتی به هم زد، چرا گذاشتن سوزان؟ و من جوابشو دادم، باش دهن به دهن شدم و اون مهر زد روی روی پرونده من و توی دادگاه برای من 13 شب بازداشت شلاق و جریمه مالی بریده بودن. و اگر من به شما بگم حالا چطوری مسئله، اون قاضی همشهری پدر من بود، کرد بود، وقتی که بعد از داد و بیداد و دعواها و حرفای زشت و همه اینا، آخر سر وقتی که تو شناسنامه دید که همشهری پدرمه و منم اونجا سخنرانی میکردم واسش، تصمیم گرفت که منو ببخشه. و من یکی از خوششانسترین آدم ها بودم. ولی من الان دوستانی دارم که تو سن 16-17 سالگی شلاق خوردن و الان جای زخمش هنوز هست روی پشتشونه. و وقتی هم بهشون میگم که مثلا اینو نمیخوای بری تیکر کنی، میگن نه این باید بمونه، این نشونه که با ما چیکار کرد. یعنی واقعا اینا یه مش آدمایی هستن که اگر از لحاظ روانی و منتالی اینا آدمای سالمی بودن که این کارا رو نمی‌کردن، که اینا عقده‌های درونی خودشونو اینجوری ازش استفاده می‌کنن که سر یه کس دیگه خالی بکنن. آدمایی که اصلا هیچ چیزی از خودشون ندارن، هیچ شخصیتی از خودشون ندارن، یه دفعه یه اسلحه میدن دستشون، خب اون آدم چی میشه؟ اون آدم برای خودش خیال می‌کنه کسیه و خشمش اونطوری رو آدمای دیگه خالی میکنه. ولی واقعا خیلی ضربه زدن، خیلی آدم بخواد اگه داستانهای ایرانو تا زمانی که بوده تعریف بکنه خیلیه. و میگم من یه موقعهایی به دوستان میگم که بیاییم بریم بشینیم راجع به این موضوع حرف بزنیم، ولی خب مقدار ترس دارن توی دلشون که دلشون نمیخواد این موضوع رو باز بکنن. ولی ضربه شلاق 70 تا شلاق به بچه 16 ساله، آخه یعنی این کارایی بوده که کردن و هنوزم دارن میکنن و میخواستنم سرپوش بذارن، ولی دیگه این موضوع تو تمام دنیا باز شد. دیگه الان موضوعی نیست که مخفی باشه، حالا تا یه حدی مخفی بود، حالا دیگه نیست و باز شده. و امیدوارم که بتونه برای بچه های ایران امنیت بیاره، براشون سلامت بیاره، برای اینکه واقعا بچه های ایران از لحاظ سلامتی روحی و روانی خیلی خوردن، خیلی داغونن. امروز اتفاقا یه مطلبی میخوندم که یکی از روانشناسای توی ایران گذاشته بود، که نوشته بود من به عنوان یه روانشناس به هم یه مسیجی اومد که به هم گفته بودن که من ازت میخوام وقت بگیرم، احتیاج به کمک دارم، منشیتون به هم گفته که من باید با خود شما تماس بگیرم. و جواب این روانشناس که بهش این بود که من الان اصلا تو موقعیتی نیستم که بتونم به کسی کمک بکنم. اگر غمگینی که حق داری که غمگین باشی، اگرم خشمگینی خشمتو فعلا نگه دار، خشمگین باش که بهش احتیاج داری برای اون چنج و اون در واقع تغییراتی که قراره لازمه داشته باشی. یعنی منظورم اینه که دیگه از روانشناس یا آدم معمولی یا بچه بزرگ، همه الان از لحاظ روحی روانی تو فشار خیلی خب خیلی زیاد. اینا 40 خورده‌ای سال مردم و رفتاری که با این مردم داشتن، مطمئنن این مردم از نظر منتالی سالم نیستن، خیلی هاشون اذیت شدن یا دیپرس هستن یا نمیدونن به مواد رو آوردن، به کارهای نادرست رو آوردن که بتونن یک مقدار این خشم خودشون رو کمتر کنن، چون خشم زیادی هم در یک آدم از بین میبره. سلامتیش به خطر میفته، ریشه تمام مشکلات همون خشمه. بله. و اینا مجبور شدن خودشون بریزن. خب معلومه همشون الان ناراحتن، همشون داغونن، ولی واقعا خوشحالم براشون که تونستن
الان همینه که داد میزنن این بچه ها واسه شون اصلا یه تراپیه که این خشم خودشون رو اینطوری بیرون بریزن، ولی خب متاسفانه ضربه جور دیگه ای میخورن چون باهاشون مقابله میشه. این الان بچه هایی که بردن اصلا معلوم نیست که وقتی برمیگردن اینا اصلا از لحاظ روحی روانی چطوری هستن، اینا ممکنه که اصلا به قولی تشخیص روانی به اسم سلکتیو میوتیزم که بیشتر توی زیر 18 سال اتفاق میفته که برای مدت ها اصلا دیگه حرفم نخواهند زد از ترس بلد. و امیدوارم که اینجور مسائل براشون پیش نیاد و زودتر بتونن نجاتشون بدن. ولی موضوع اینه که الان این مردم احتیاج به کمک دارن، همه جور کمکی، هر کسی هر کمکی که میتونه بکنه و امیدوارم که بتونن به نتیجه برسن، امیدوارم که بتونن واقعا یه تغییر خیلی خیلی خوبی براشون به وجود بیاره. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که همبستگیشون رو داشته باشن، درست، همیاری و همفکریتون رو با هم داشته باشین، حالا هر عقایدی که دارین، هر گروهی که فکر میکنین میخواین توش فعالیت داشته باشین، در شرایط فعلی هیچ چیزی بالاتر از همبستگی نیست. درست. زنجیروار دست تو دست هم باید باشن و دست تو دست. و من هیچ موقع یادم نمیره زمانی که این شورش لعنتی در ایران شروع شد، چون شورش از دانشگاه تهران شروع شد دیگه، یادم نمیره که این حزب اللهی ها با چماق ریخته بودن، میخواستن دانشجوهایی که روشنفکر بودن و میخواستن اون محوطه را چنگین رو در بیارن، این بچه ها همه دست به دست هم زنجیروار دور تمام این دانشگاه تهران رو گرفته بودن، ولی این حزب اللهی های لعنتی با چماق آمده بودن سراغ اینا و با چماق هر تونستن دستاشون رو باز بکنن و بتونن دانشگاه رو در تسخیر خودشون بگیرن و متاسفانه گرفتن. و باید این دست ها به هم باشه، بله درست، یعنی حتی چماق هم نباید باعث بشه که اینا دستاشون رو از هم رها بکنن، که گفتنش خب میدونین یه مقدار آسون تره تا انجامش، ولی با چیزی که داریم میبینیم الان در حدی که میتونیم ویدیوهایی رو ببینیم یا اخباری که میشنویم، واقعا مردم دارن سعی خودشون رو میکنن. مثلا توی سنندجه که همه رو به رگبار بستن، واقعا مردم رو به رگبار بستن، مردم همدست شده بودن و در حدی که اونا رو اصلا ترسونده بودن توی یه صحنه، نیروهای انتظامی اصلا دارن باید فرار همین میشه میکنن. 100% باید همین خب میشه. متاسفانه بهشون هم رحمم نکردن دیگه، متاسفانه که به قولی همونطوری که حرفش بود دیگه حتما خون خواهد ریخت. متاسفانه که آدم اصلا دلش نمیخواد، مخصوصا از آدمای خودش، مملکت خودش و هم خون خودش، در واقع مال، درسته که ما فامیل نیستیم ولی همه مال ایرانیم، ما بچه های ایرانیم، ایران خانومیم، بله بچه های ایران خانومیم، یه مادر فقط داریم، 10 تا مادر که آدم میتونه، یعنی مادر اصلی ما در حقیقت همون مملکت خود ماست، درسته مادرمون عزیز همیشه بوده، منم مادر دخترم هستم، هر کس به یک شکلی مادر درست. هست، ولی یه مادر وجود داره که برای همه مردم ایرانه، که اینم ایران خانومیمونه که چقدر هم تازگی و شعرهای قشنگ براش گفتن، میدونین، و وقت من که میبینم انقدر متاثر میشم، همین که میگن ایران خانم طاقت بیار که همه دنیا دارن راجع به تو بچه ها طرف میزنن، دقیقاً که امیدوارم که طاقت بیاره، امیدوارم که طاقت بیاره سر پا بمونه، چون واقعا سالهای ساله که خوشحالی به خودش ندید، دقیقاً، و خب امیدوارم خوشحالی و سلامتی بچه هاشو به زودی ببینه و خیلی خبرهای خوش تو راه باشه. صد درصد. ما با توجه به اینکه فرصت کمه میخواستیم بریم یک آهنگ بشنویم، ولی میخواییم بریم بشنویم برگردیم، چون تقریبا 10 دقیقه بیشتر فرصت باشه داده. باشه، حتما فکر میکنم که آماده هم کردن که پخش باشه، بشه، بریم و برگردیم. عشق در چشمان و بغزم در گلوست، من در این ایام زهرم در پیاله، زهر مارم در سبوس، مرگ او را از کجا باور کنم، صحبت از پژمردن یک پای نیست، جنگل را بیابون می کنم، دست خون
بله خب برگشتیم. من میخواستم با توجه به اینکه شما در کار روانشناسی هستیم، به خصوص در ارتباط با بچه ها و اینا، خیلی دلم میخواد نظرتون رو بدونم در مورد این دوگانگی که الان در بچه های خارج از آمریکا، خارج از ایران ببخشین، به خصوص در ناحیه آمریکا به وجود اومد هست. میخوام نظرتون رو بدونم واقعا. دوگانگی از لحاظ اینکه متعلق به کجا هستن؟ خب میدونین بالاخره تا یه حدی طبیعیه دیگه، برای اینکه توی یه خانواده‌ای به دنیا اومدن که زبونش فارسی بوده، فرهنگش هم فرهنگ ایرانی بوده و معمولا تا یه سنی هم سعی میکنن پدر مادرها همون فارسی رو صحبت بکنن و فرهنگ ایرانی رو بهشون یاد بدن تا وقتی که میرن مدرسه. وقتی که میرن مدرسه دیگه با فرهنگای متفاوت از خودشون روبرو میشن، زبون متفاوت از زبون مادری رو باید صحبت بکنن. تا یه حدی 100% این مثلا این دوگانگی به وجود میاد، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که این بچه ها اینجا به دنیا اومدن، درسته؟ و قراره اینجا بزرگ بشن و قراره با فرهنگ اینجا بالا برن. اگر قرار باشه با فرهنگی که به اینجا نمیخوره بالا برن، خب به موفقیت نمیرسن و ضربه میخورن. نتیجتا خانواده های ایرانی همیشه میتونن اون قسمت خوب فرهنگ خودشونو که در کنار اون بچه که حالا داره میره یه فرهنگ جدیدی رو هم یاد بگیره داشته باشن. و باور کنین خیلی از بچه های اینطوری هم که بهشون فشار نیوردن که باید حتما اینطوری باشی، باید حتما اونطوری باشی، به خاطر اینکه میخوان فرهنگ ایران رو نگه دارن، خیلی خیلی بیشتر هم اصلا جذب میشن به یه سری قسمت های فرهنگ خودمون، چون با خانواده در واقع در کنارش بودن و یه لحظات خوشی رو داشتن. مثلا به فرض مثلا عید نوروز یا مثلا شب یلدا، وقتی که با خانواده دور هم دیگه جمع شدن و دیدن و دوست داشتن، میرن برای دوستاشون هم تعریف میکنن و یه مقدارم حتی افتخار میکنن به اون قسمتایی که از فرهنگ خودشون دارن. ولی هیچ وقت نمیشه به یه بچه‌ای که اینجا به دنیا اومده زور کرد که تو باید با فرهنگ ایرانی باشی، چون هیچ وقت نخواهد بود و تازه تاثیر خیلی خیلی منفی هم خواهد داشت. ولی سوزان جان ببینین، الان در شرط فعلی اتفاقاتی که در ایران افتاده، من خیلی از دوستای دوره برم، بچه هاشون، نوه هاشون که اینجا به دنیا آمدن ولی انقدر تحت تاثیر این نیوزا قرار گرفتن، اون سوشال میده، چون همه میرن دیگه، درست میبینن اینا، شما نمیدونین چی واکنش های قشنگی دارن نشون میدن. تو این تظاهراتی که شما دارین دیدین در حدود بالای 25,000 نفر بودن، همه جوان بودن، همه جوان های مال همینجا بودن، درسته، اینجا به دنیا آمدن. نظرتون چیه؟ اون موضوعش اینه که برای اینکه دارن میبینن توی ایران چه ظلمی میشه دیگه. اینا یه جوان داره میبینه توی ایران چه ظلمی به همسن و سالای خودش میشه، براش مهمه که براش بجنگه، براش مهمه که براش یه صدایی داشته باشه. و واقعا هم قشنگه، خیلی قشنگه. من یه چیزی دیدم مثلا از کسانی که کرد بودن که پسری که اصلا توی ایران به دنیا نیومده و به زورم فارسی حرف میزنه، ولی به خاطر اینکه خانوادش کردن اینقدر پست گذاشته بود و این سنندج رو اصلا به فارسی نوشته بود، شعرهای مختلف کردی روش گذاشته بود و چقدر براش مهم بود که به دنیا بفهمونه که داره توی ایران چی میگذره. خب اینا خیلی مهمه، برای اینکه اینا ریشه اون فرده، درسته؟ پدر و مادر، حالا مال نمیگم فقط سنندج، مال ایران، مال هر جایی از ایران که باشن، اون ریشه براش مهم بوده و داره الان ازش دفاع میکنه. و اونم مهم اینه که توی خانواده چطوری با این موضوع برخورد شده باشه دیگه. دقیقا. این نیست که مثلا، چون داریم خانواده هایی هم که میگن بابا ما اصلا ایران کجاست دیگه، ایران به ما چه. حالا توی اون خانواده بوده باشه یا توی خانواده ای که بهش گفته باشن ما ایرانی هستیم، اصلیتمون ایرانیه، این فرهنگمونه، این شهرمونه، این زبونمونه، این مدلیه که ما به دنیا اومدیم، عکسای قدیمی رو بهشون نشون بدن و از بچگی به بچه یاد داده باشن که ما کی هستیم. بله. برای اون بچه هم مهم میشه. بله. دیگه صدر حرفتون کاملا درسته، ولی الان در شرایط فعلی خیلی از خانواده های بی تفاوت
من اسم این افراد رو گذاشتم بی تفاوت، نه اینکه مثلا من دیگه آمریکایی شدم. مگه میشه کسی که بیشتر عمرش اونور گذرونده حالا اومده اینجا، حداقل تا سن چه میدونم 30 سالگی ایران بوده، بعد اومده بچه‌ش اینجا به دنیا اومده، حالا دیگه مثلا ایرونی نیستش. درست. این غیر قابل قبوله. ولی اینا آدمای بی تفاوت هم واقعا، ولی بچه‌های همین آدمای بی تفاوت که توی این مملکت بزرگ شدن، خب به خاطر همین سوشال میدیا از خیلی چیزا آگاهی پیدا کردن. درست. الان از یه پا از پدر مادرشون جلوترن. من به چشم دیدم بچه‌ای که پدر مادر اصلا تو این باغ نیستن و اصلا چیز طور دیگه فکر میکنن، ولی این بچه ها رو دیدم که پست میذارن، میرن فدرال بیلدینگ، میرن با دوستاشون قرار میذارن، راجع به این مسائل دارن صحبت میکنن، تمام مدت تلفن تو دستشونه، توییتر رو ببینن، نمیدونم اینستاگرام رو ببینن. اینا همه خبرهای خوش برای ما، برای نسل جوونمون که دخترای ایرون تونستن یک تحول عظیمی در جامعه ایرانی در سراسر دنیا به وجود بیاره. بله درسته. و خب اونا هم بچه هایی هستن که فکرشون بازه، با بله. دوستایی هم رفت آمد دارن که اون دوستا هم از وضعیت خبر دارن، با هم صحبت میکنن، حتی خانواده اگر در جریان نباشه دقیقا. چون دیگه توی یه سنی هستن که با دوستا در مورد دنیا همه چی، مثلا اگه دوست ایرانی داشته باشن دقیقا. که خب البته تعداد محدودی هم هستن از غیر ایرانی ها که با این موضوع اینوالف هستن و راجبش صحبت میکنن و قاطی میشن و سعی میکنن یه صدایی داشته باشن و یه در واقع ساپورتی باشن برای جوانای ایران، و امیدوارم که تعداد اینا هم هر روز بیشتر و بیشتر بشه. صد درصد. من که خیلی خوشبینم به ایران و جوانهای ایران و امیدوارم که دنیا به کامشون باشه و امیدوارم اینشون. که هر لحظه موفقیت بهتری از لحظه قبل داشته باشن و دنیا صداشون رو بشنون و بتونن پشتیبانشون باشن. انشالله که همشون هم صحیح و سلامت باشن، هیچ کس بهش ضرری نرسه و خانواده ها خبرهای بد نشنون و امیدوارم که این زحمتی که میکشن جواب خیلی خیلی خوبی بهشون بده، چون واقعا لیاقت بهترین ها رو دارن. دقیقا. بچه های ایران لیاقت بهترین ها رو دارن، برای اینکه سالهای سال این ناراحتی و سختی رو کشیدن، باهاش کنار اومدن. اینا بچه های جنگ هن دیگه. بله. بچه های جنگ هن، بچه هایی هن که واقعا همه جوره سختی دنیا رو دیدن. بله. و لیاقت بله. بهترین ها رو دارن. این مطلبی دیگه که خیلی دلم میخواست بگم و اون اینه که بسیجیا، پدر مادر بسیجیا، همینطور که بچه هاتون برای شما عزیزن، این بچه هایی هم که میان تو خیابون از حق خودشون میخوان دفاع کنن، میخوان آزاد باشن، آزاد بزرگشن، به اینا حق بدین، اصلا رو دست بچه هاتون بگیرین و اینا رو مثل خواهر برادر در کنار هم بذارین، چون اگر اون مملکت درست بشه، ای بسیجی، ای خانواده بسیجی، بچه های شما هم از این قفلت میان بیرون، از این فکر فسیل شده و افکار فسیل شده، مغز فسیل شده نجات پیدا میکنن. حالا در ادامه حرف شما، واقعا به قولی میگن شما دارین از کی دفاع میکنین که توی یه خانواده های و بالاخره با سختی بسیجی ها که آدم های مثلا زندگی یعنی رفاهی که بهشون ندادن، ولی آیا واقعا دارین شما از کی دفاع میکنین؟ بچه های مردم رو میزنین، بچه های مردم رو میکشین برای اینکه یه سری های دیگه بچه هاشون رو فرستادن از ایران بیرون که عشق و حالشون رو بکنن، شما بزنین در واقع خواهر برادرای خودشون رو بکشین. آره دقیقا. نمیدونم بالاخره یه روزی هم زبون خودشو، مگه میشدم هم زبون خودشو بکشه؟ بعد اون وقت وجدان خودتون چی میشه؟ بالاخره یه روزی گلوی اینا رو دقیقا. میگیره دیگه، بالاخره گریبان اینا رو میگیره که یه کسی دیگه در واقع عشق و حالشو میکنه، به شما که چیزی نمیرسه، هیچی بهشون نمیرسه. برای همین امیدوارم که یه همبستگی باشه، همه به اون آزادی که میخوان برسن و وضع زندگی برای همه خوب بشه، رفاه و آسایش برگرده تو این مملکت، جوانا اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنن، چون جوانای ایران کم نیستن، جوانای ایران
اکثریتشون باهوشن، دقیقا اکثریتشون میتونن برای خودشون کسی باشن، دقیقا مقام بالایی باشن، همه جوره. ای کاش که راه براشون باز بشه که بتونن اون مملکت رو بسازن به جای دقیقا اینکه کنار سازندگی داشته باشن. بله درسته، بله. درست. ممنون از شما، وقت برنامه تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون از وقت شما، خواهش هم میکنم. مرسی و امیدواریم که خبرهای خوش داشته باشیم به زودی. حتما انشالله در فرصت دیگری با هم باشیم. حتما حتما. خدا نگهدار.